این یکی از ده ها انتشارات کتاب در هرات است. اخیراً به دلیل تحولات سیاسی کاروبار کتاب فروشان کمرنگ شده است. اما عبدالله مومنی برای تشویق مردم به خرید کتاب دست به اقدام تازه‌ای زده است. او آگاهی پخش کرده و برای خریداران کتاب جایزه تعیین کرده است. در 3 ماه اول بالای 800 جلد کتاب را به فروش رسانده است. تا آخر تصمیم گرفتیم که ما خود یک تنه وارد میدان بشیم. گفتیم هر کس، هر کتاب دوست و هر کتاب خانه که 100 افغانی کتاب بخره، ما بودیم 100,000 افغانی به عنوان جایزه و تحفه تقدیم میکنیم به قید قرعه. و این تر تا حدودی که ما توانستیم اطلاع رسانی کنیم الحمدلله خوب بوده. ما راضییم، امیدواریم که دوستان همکاری کنند، اطلاع رسانی بشه. ما تر اجرا کردیم. باشندگان هرات این روزها نسبت به هر زمان دیگر از مطالعه دور شدند. جوانان و نوجوانان خیلی کم دیده می شوند که به خاطر خرید کتاب وارد دوکانهای فروش کتاب شوند. وظیفه اطلاعات و فرهنگ هستن که در ازی راستا کار کنه. اطلاعات و فرهنگ باید خیلی جدی کار کنه و تلاش بیشتری به نمایه در قسمت فرهنگ سازی که کتاب خانی اینها ثروت میشه از داخل کتاب ها یافت. بناهن مسائل اقتصادی خیلی ساده میشه به اونا کنار آمد و کتاب جز ضروریات اساسی اگر در نظر بگیریم. پیش از این نیز کتاب فروشان هرات از بهر فروش کتاب نمایشگاه خیابانی برگزار کردند. فروشنده ها کتاب هایشان را در اینجا مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات پهن کردند تا این گونه بتوانند مردم را بیشتر برای خرید کتاب تشویق کنند. هدف از برگزاری نمایشگاهی بوده که ما بتوانیم، چون مردم ما بسیار پریشان هستند، هدفی بوده که ما کتاب به قیمت ارزان به دسترس مردم قرار بدیم تا فرهنگ کتابخونی همچنان نابود نشود و سوی پیشرفت و تعالی بالا برد. با این حال مسئولان محلی در هرات میگویند که برای قنامندی فرهنگ مطالعه و نزدیک ساختن جوانان به کتاب از اج تلاش دریغ نمی کنند. ما تصمیم داریم که دوباره کتاب و کتابخانی و اهالی کتاب، ناشران کتاب، توزیع کنندگان کتاب، کسایی که برای کتاب وقت میدن، زمان میدن، مال میدن، خرج میکنن، هزینه میدن، اونا تشویق شوه، جلب شوه و پلان گذاری شوه. در حال حاضر نوشتن و چاپ کتاب در هرات خیلی کمرنگ شده است. به دلیل نبود علاقه مندی به کتاب و مطالعه، خیلی از نویسنده ها از نوشتن و انتشار داشته هایشان دل سرد شدند.